درگیری هایی که با سنگ و چوب آغاز شده بود حالا به راکت و بمب افکن رسیده. رد و بدل شدن صدها راکت و بمب میان اسرائیل و نوار غزه در کمتر از 24 ساعت. حماس و اسرائیل به یکدیگر هشدار میدهند و جامعه جهانی به هر دو. دومینوی خشم و خشونت در عراق علیه نفوذ جمهوری اسلامی. معترضان به دفاتر وابسته به سپاه قدس حمله کردند. حزب الله بریتانیا را عامل اعتراض ها معرفی کرد. آغاز ثبت نام داوطلبان ریاست جمهوری در ایران. نمایندگان سپاه پاسداران در صف اول ثبت نام کردند. همزمان اختلاف میان شورای نگهبان و دولت بر سر شرایط داوطلبان اوج گرفته. و مکتبی که با خون دانش آموزان گلگون و رویاهایی که برای همیشه دفن شد. شماره قربانیان حمله به دانش آموزان در غرب کابل به 85 نفر رسید. اعضای عمومی در افغانستان و غمی که مرز نمی‌شناسد. وقت بخیر، بیننده امروز هستید با من شراره عزیزی. 26 کشته در کمتر از 24 ساعت در روزی که اسرائیل در جشن یک پارچگی اورشلیم بود. تنش‌ها میان اسرائیل و نوار غزه با چنان سرعتی بالا گرفته که تنها در چند ساعت حماس دست کم 300 راکت به سمت اسرائیل پرتاب کرده و اسرائیل هم در واکنش 130 منطقه در شمال غزه را هدف حملات هوایی قرار داده. حالا در آستانه بزرگترین عید مسلمانان، تنش‌ها میان اسرائیل و فلسطینیان زنگ خطرها را به صدا درآورده. حماس میگوید برای دفاع از مسجد الاقصی حمله کرده و اسرائیل میگوید حماس خط قرمزها را رد کرده. اتحادیه عرب در واکنش اسرائیل را مسئول این تنش‌ها دانسته و در آن سو آمریکا و اتحادیه اروپا خواستار توقف فوری خشونت‌ها شدند. جزئیات بیشتر از این تحولات در گزارشی از همکارم یوسف عباس زاده. باران موشک‌های حماس بر فراز آسمان اسرائیل. و اسرائیلی‌های وحشت زده به دنبال سرپناهی امن. شلیک 300 موشک از غزه به سوی اسرائیل 2 کشته و 31 زخمی بر جای گذاشت. ساعتی بعد پاسخ اسرائیل سکوت آسمان غزه را این چنین شکست. حملات هوایی به 130 هدف در غزه که دست کم جان 24 فلسطینی را گرفت. نخست وزیر اسرائیل حماس را مسئول این تنش‌ها دانست. شامگاه امروز در روز اورشلیم سازمان‌های ترور در غزه از خط قرمز عبور کردند و با راکت به ما در حومه اورشلیم حمله ور شدند. من به شما شهروندان اسرائیل میگویم رویاروی فعلی ممکن است مدتی طول بکشد. ما خواستار تشدید تنش نبودیم، اما کسانی که تصمیم به تشدید تنش گرفتند ضربه بازوی ما را احساس خواهند کرد. اما گروه حماس میگوید برای دفاع از فلسطینی‌های مسجد الاقصی در مقابل خشونت‌ها به اسرائیل حمله کرده. دبیر کل اتحادیه عرب هم در بیانیه‌ای اسرائیل را مسئول این تنش‌ها دانست. اعمال خشونت در بیت المقدس و مدارای دولت اسرائیل نسبت به رفتار خصمانه افراط‌گرایان یهودی با فلسطینی‌ها و عرب جرقه اصلی تنش‌ها بوده که به این وضعیت خطرناک انجامید. اما این وضعیت از کجا آغاز شد؟ هفته گذشته 70 خانواده فلسطینی ساکن منطقه شیخ جراح در بیت المقدس شرقی به دلیل ساخت شهرک یهودی نشین حکم تخلیه گرفتند. اعتراض آنان و نمازگزاران فلسطینی با پاسخ کوبنده پلیس اسرائیل روبرو شد. تظاهرات و جشن یهودی‌های افراطی به مناسبت سالگرد تصرف بیت المقدس شرقی هم آتش تنش را شعله برتر کرد. در پاسخ حملات موشکی حماس به اسرائیل، موشک هایی که بیشترشان را سامانه دفاع موشکی موسوم به گنبد آهنین این چنین خونسا کرد. سامانه گنبد آهنین در سال 1390 و در مرزهای جنوبی اسرائیل مستقر شد.
فعلا 5 سایت دارد، اما برای پوشش کامل آسمان اسرائیل 13 سایت لازم است. گنبد آهنین قابلیت رهگیری موشک‌های با برد کوتاه در هر شرایط آب و هوایی را دارد. در صورت شلیک موشک به مناطق مسکونی اسرائیل، سیستم خودکار موشک خودساکننده را شلیک می‌کند. ارتش اسرائیل می‌گوید تاکنون 75 تا 90 درصد موشک‌ها را منهدم کرده. هر عملیات خونسازی 50,000 دلار خرج دارد. بروز تازه‌ترین تنش میان اسرائیل و فلسطین زخم کهنه یک بحران طولانی مدت را تازه کرد. زخمی که دردش را خانواده‌های هر دو طرف بیش از هر کسی احساس می‌کنند. یوسف عباس‌زاده، ایران اینترنشنال. همکارم بابک اسحاقی از تل‌آویو به ما پیوسته. بابک، خوش اومدی به برنامه امروز. ضرب آهنگ تحولات انقدر سریع هست که هممون حیرت زده شدیم. 26 کشته رقم کمی نیست، 2 نفر از سمت اسرائیل و 24 نفر از نوار غزه که 9 تاشون هم بچه بودن، کودک بودن. بیشتر بگو از تازه ترین تحولات در اون منطقه. بدون شک نزاع بین اسرائیل و حماس در اوج خودش قرار داره و به نظر هم نمیاد که پایانی در ساعات آینده برای اون دیده بشه. در پشت سر من شما شهر تل‌آویو را میبینید که در حال حاضر آرامش داره، ولی اگر حماس به قول خودش عمل بکنه و برد موشک‌های خودش را به تل‌آویو برسونه، ممکن هستش که تل‌آویو هم امشب به شهرهای جنوبی اسرائیل بپیونده. گروه عزالدین القسام، بخش نظامی سازمان حماس، 2 ساعتی پیش اعلام کرد که اگر اسرائیل به حمله به برج‌ها و ساختمان‌های پرطبقه غزه حملات خودش را ادامه بده، این سازمان حملات خودش را به تل‌آویو آغاز خواهد کرد. ساعتی بعد از اون بود که یکی از برج‌های غزه توسط جنگنده‌های اسرائیلی کاملا ویران شد و حال باید دید که آیا حماس به قول خودش عمل خواهد کرد و این جنگ را به یک قدم دیگه جلو میبره که 100% اون هم واکنش شدید اسرائیل را به دنبال خواهد داشت. تا کنون 480 موشک از نوار غزه به سوی اسرائیل شلیک شده که از این 480 موشک 150 تا از این موشک ها در داخل غزه به زمین نشسته، وارد اسرائیل نشده و 50% دیگرش را هم گنبد آهنین در هوا شکار کرده. گفته شد که یکی از گنبدهای آهنین امروز به خوبی عمل نکرده و دارای نقص فنی شده و در نتیجه بسیاری از موشک‌ها در داخل شهر اشکلون بر جنوب اسرائیل به زمین نشست که به خاطر اون 2 نفر در شهروندان اسرائیلی در این حملات کشته شدند. در مقابل آقای نتانیاهو بعد از اینکه از کابینه امنیتی دیشب بیرون اومد، دستور داد که به شدت به غزه حمله بکنن و از دیشب تا کنون جنگنده های اسرائیلی تمام مدت به غزه اهداف حماس را مورد حمله قرار دادن. گفته شده که در این عملیات که در اسرائیل به نام عملیات نگهبان دیوارها از اون خوانده شده، ایران اسرائیل با 80 هواپیما در آن واحد به غزه حمله کرده و جاهایی که حماس و جهاد اسلامی موشک قرار داده و پایگاه‌هایی داشته که از اونجا موشک را به بالا پرواز می‌داده را مورد حمله قرار داده. این جنگ ادامه داره. بابک، اشاره کردی به حمله‌ای که حماس کرد، دیروز تهدید کرد و این حمله را اجرایی کرد، امروز هم تهدید کرده که تل‌آویو رو میزنه. یکی از فرماندهان یگان موشکی حماس هم کشته شده در حملاتی که اسرائیل انجام داده. پیش بینی می‌کنی که به کجا برسه این جنگ؟ از واکنش‌ها در اسرائیل بگو. در حال حاضر مصر تلاش میکنه که به گونه‌ای میانجیگری بکنه. اصولا در این نوع درگیری‌ها مصر اولین کشوری هستش که به خاطر روابطی که با حماس داره و هم روابطی که با اسرائیل داره میانجیگری میکنه و سعی میکنه که آرامش را برقرار بکنه. در حال حاضر اسرائیل قبول نکرده که آتش بس را قبول بکنه و گفته که در ابتدا سازمان حماس و دیگر سازمان‌های فلسطینی در غزه باید که موشک‌پرانی به سوی اسرائیل را متوقف کنند تا پس از اون اسرائیل هم
هم آتش بس را قبول بکنه. به نظر نمیاد که در روزهای آینده ما آتش بسی را در اسرائیل ببینیم و شاهد جنگ و نزاع و درگیری خواهیم بود در روزهای آینده در اسرائیل و غزه. ممنونم از تو بابک اسحاقی، همکارم از تل آویو. ساعتی پیش با توبی کادمن، وکیل بین‌المللی حقوق بشر در لندن گفتگو کردیم و از او پرسیدیم با توجه به اینکه سازمان ملل پیشتر سیاست شهرک‌سازی اسرائیل را محکوم کرده بود، فکر می‌کنید به این تحولات اخیر چه واکنشی نشان دهد؟ نارامی‌ها در اورشلیم عمدتاً نتیجه سیاست توسعه طلبی اسرائیل بوده که همونطور که می‌دونیم در تناقض با قوانین بین‌المللیه و در حال حاضر بازپرسان دیوان کیفری بین المللی در حال بررسی اون هستند. تا اینجا شاهد واکنش شدید پلیس اسرائیل به این تظاهرات بودیم که پیشاپیش باعث کشته شدن و مجروح شدن عده‌ای از معترضان شده. تنش‌ها شدت گرفته و به حمله راکتی از غزه به اسرائیل منجر شده. نیروهای اسرائیلی هم در جواب این حملات به غزه حمله کردند. این حملات با تلفاتی از جمله چند کودک همراه بوده. سازمان ملل و جامعه بین المللی باید به این اتفاقات واکنش نشون بدن. اقدامات هر دو طرف، هم اسرائیلی ها هم فلسطینی ها، نهایتا توسط بازپرسان دیوان کیفری بین المللی مورد بررسی قرار می گیره. ما پیشتر گزارش هایی به کمیسیون تحقیقات سازمان ملل ارائه دادیم و یک گزارش مشورتی هم به دیوان کیفری بین المللی تسلیم کردیم و در اونها نشون دادیم که دیوان بین المللی از صلاحیت قضایی لازم برای بررسی اتفاقات در مناطق اشغالی برخورداره. فکر میکنم هیچ دلیل و جواب منطقی برای عدم اقدام جدی و واقعی از سوی جامعه بین المللی وجود نداره. فکر میکنم اگر این اتفاقات در هر جای دیگری از دنیا رخ میداد، جدیتر واکنش نشون میدادن و مثلا تحریم های اعمال میشد. اما در اینجا متاسفانه شاهد چنین چیزی نیستیم. فکر میکنم انتخابات اسرائیل هم در این تحولات تأثیر داشته. سیاست توسعه شهرک‌های یهودی نشین یکی از مسائل مهم مطرح در انتخابات بوده. و ما در این انتخابات دوباره شاهد بروز احساسات و افکار ضد فلسطینی در قالب برخی از کاندیداها بودیم. بنابراین این هم قطعاً تأثیر داشته. در گذشته هم مواردی بوده که از خط قرمزها عبور کردن، اما هیچ اتفاقی نیفتاده. من باور دارم تنها راه توقف این اتفاقات دخالت دیوان کیفری بین المللی و برگزاری محاکمه است. اعتراضات در عراق به نفوذ جمهوری اسلامی در این کشور همچنان ادامه دارد. شب گذشته معترضان شعارهای علیه دخالت‌های ایران در امور داخلی عراق سر دادند و به دفاتر احزاب و یا گروه‌های نزدیک به جمهوری اسلامی حمله کردند. گرچه منابع محلی از تلاش دولت برای برقراری تماس با معترضان و تشویق آنها برای لغو تجمع و تظاهرات خبر می‌دهند، اما فعالان مدنی برای ادامه شرکت در اعتراضات تأکید دارند. در همین حال گروه حزب الله از متحدان نزدیک جمهوری اسلامی این اعتراضات را توطئه بریتانیا خوانده. روسک صادقی و جزئیات بیشتر. ادامه اعتراضات ضد دولتی در عراق برای دومین روز پیاپی، هدف این بار جناح‌های سیاسی عراقی نزدیک به ایران بود. شب دوشنبه معترضان عراقی به دفاتر حزب دعوه به رهبری نوری مالکی در برخی شهرها از جمله نجف حمله کردند. در شهر هله درهای ورودی و دیوارهای دفتر این حزب را سوزاندند و در شهرهای دیگر شعارهای تندی علیه نمایندگان ائتلاف فتح به رهبری هادی العامری سر دادند. معترضانی که خواهان پایان دخالت خارجی، خصوصا دخالت‌های ایران در امور کشورشان بودند. پلیس برای کنترل اعتراضات به سوی معترضان آتش گشود. در نتیجه این تنش‌ها چندین اعتراض کننده در کربلا در اثر شلیک گلوله ساچمه‌ای زخمی شدند. تلاش دولت اما برای متفرق کردن معترضان ناکام ماند. اعتراضاتی که پس از قتل یک فعال سرشناس به اوج خود رسید. قتل این فعال از سوی آمریکا و بریتانیا به شدت محکوم شد. استیون هیکی سفیر بریتانیا در جریان مصاحبه اعلام کرد قاتلان فعالان مدنی عراقی از سوی جمهوری اسلامی ایران حمایت می شوند. در واکنش روز سه‌شنبه حزب الله عراق با انتشار بیانیه‌ای اعتراضات مدنی را ناامنی خوانده و آن را توطئه سفارت بریتانیا در بغداد خواند.
حالا رسانه‌های عراقی از بیم دولت از گسترش اعتراضات پرده برداشتند. بنابر برخی منابع، دولت با برقراری تماس با فعالان و چهره‌های سرشناس معترض در شهرهای جنوبی از آنها خواسته به خیابان‌ها نیایند. اما ظاهراً تلاش دولت بی‌نتیجه بوده و معترضان بر ادامه اعتراضات و فراخوان برای پیوستن بیشتر به گرد همایی‌ها تأکید کردند. ریشه‌کن کردن فساد، تأمین خدمات عمومی، پایان دادن به دخالت خارجی در امور این کشور و دستگیری عاملان ترور فعالان عراقی از اصلی ترین خواسته های این مردم بود. خواسته هایی که تقریباً هیچ کدامشان برآورده نشد. حالا با تصمیم بر تحریم انتخابات از سوی تعدادی از نهادهای سیاسی و مدنی عراقی از جمله بیت وطنی، حزب شیوعی، حزب شعب برای اصلاح و چندین نهاد دیگر و اعلام حمایت از اعتراضات مدنی، به گفته ناظران سیاسی موج جدیدی از تحولات و اعتراضات در انتظار کشوری است که خود با بحران‌های امنیتی و سیاسی متعددی در داخل و منطقه روبرو است. تروسک صادقی، ایران اینترنشنال، اربیل. قسان آشور تحلیلگر مسائل خاورمیانه از بوستون همراه ما شدند. خوش اومدین به برنامه امروز آقای آشور. تحولات اخیر عراق رو شما چطور میبینید؟ آیا فکر میکنید که این اعتراضاتی که آغاز شده از چند روز گذشته ظرفیت و گنجایش اینو داره که مثل سال 2019 تبدیل بشه به یک اعتراضات سراسری در کل کشور عراق؟ بله، بالطبع این ظرفیت رو داره، نه به خاطر اینکه فقط که اینها ادامه همون تظاهرات هست، یا در واقع همون مشکلاتی که وجود داشت و باعث شروع اون تظاهرات و اون اعتراضات شد هنوز ادامه داره و چیزی تغییر نکرده، بلکه بالای اون باید اینو اضافه کنیم که اینها در عراق در واقع در ظرف چند ماه آینده سعی میشه که انتخاباتی هم برگزار بشه. برابر این مسئله انتخابات هم و دخالت در واقع احزاب مختلف و سیاستمداران مختلف در این تظاهرات هم میتونه باعث در واقع افزایش اونها بشه. برای این تا وقتی که مشکلات اساسی عراق ادامه داشته باشه، این گونه تظاهرات و این گونه اعتراضها هم ادامه خواهد داشت، هر چند که بعد بعضی وقتها با مثلا کشته شدن اینها یا اینکه اینها رو فراری میدن به خارج از کشور فرار میکنن، یا حتی بعضی از اینها رو مثلا ممکن هستش در درون احزاب خودشون بیان جذب بکنن. با تمام این ترفندها سعی میکنن که در واقع از این تظاهرات از حدت و از شدت اینها کم بکنن. با وجود این فکر نمیکنم که هیچ کدوم از این تاکتیک هایی که استفاده کردن باعث بشه که این تظاهرات تموم بشه، به خاطر اینکه اصل مشکل فساد سیاسی و فساد مالی در عراق ادامه داره و تا وقتی که اون ادامه داشته باشه تظاهرات هم ادامه خواهد داشت. آیا شو یکی از شعارهایی که میشنویم در این تظاهرات ها این هستش که مردم گلایه دارن از نفوذ جمهوری اسلامی در کشور عراق، فکر میکنین واقعا یک همچین تظاهرات هایی کارساز باشه و بتونن دولت عراق رو مجاب بکنن مردم این کشور که جلوی نفوذ خارجی ها مثل جمهوری اسلامی رو بگیره؟ ببینید، هیچ مشکلی در واقع هیچ راه حل یک شبه‌ای برای مشکلات عراق وجود نداره. در واقع این که مثلا بیاین فقط به تظاهرات بیاین اعتماد بکنیم برای اینکه مشکلات عراق رو و نفوذ مثلا ایران رو یا احزاب فاسدی رو که با ایران متحد هستن اینها رو بیاین مثلا فقط با تظاهرات یا مثلا یک شبه بیاین اینها رو عوض بکنیم مشکل رو حل بکنیم، این امکان‌پذیر نیست. اما یکی از بهترین راه‌هایی که ممکن هستش در دراز مدت باعث تغییر وضعیت به نحو بهتر به طرف بهتر شدن وضعیت در عراق این هستش که تظاهرات ادامه داشته باشه. در واقع اگر همین فشارها هم بر این سیاستمداران نزدیک به ایران و دیگر سیاستمداران وجود نداشته باشه، احتمالاً وضعیت فساد در عراق بدتر از این هم خواهد شد و احتمال داره حتی به یک دیکتاتوری شبیه ایران تبدیل بشه. الان مثلا در عراق این قدرت وجود داره که مثلا بعضی وقتها تظاهرات بکنن یا مثلا رسانه‌های در واقع مخالف حکومت وجود داشته باشن، اینها الان وجود داره. اگر این مردم تظاهرات نکنن، اگر این فشارها بر سیاستمداران فاسد و بر میلیشیاهای نزدیک به ایران ادامه پیدا نکنه، احتمال زیاد ظرف سالهای آینده ایران به کشوری مثلا شبیه عراق تبدیل خواهد شد و یک نفر در رأس قدرت قرار خواهد گرفت و همه را کنترل خواهد کرد. برای این یک شبه مشکلات عراق و نفوذ ایران در عراق حل نخواهد شد، اما یکی از بهترین راه‌ها برای حداقل جلوگیری از افزایش نفوذ ایران و احتمالاً کاهشش همین تظاهرات‌های در واقع روزانه هستش. ممنونم از شما غسان آشور، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از بوستون. حدود 5 هفته مانده به انتخابات ریاست جمهوری در ایران، بازار تبلیغات و کارزارهای انتخاباتی سرد است. سردی که مرکز افکارسنجی صدا و سیما هم بر آن مهر تایید زده که بر اساس آمارها تنها 32% مردم تمایل به شرکت در انتخابات را دارند.
روایت دیگر از این استقبال سرد هم شعار رأی بی رأی در تجمع‌های اعتراضی کوچک و بزرگ در سراسر کشور است. با این وجود ثبت نام از داوطلبان ریاست جمهوری از امروز به مدت 5 روز آغاز شده. در صف اول نمایندگان سپاه پاسداران ثبت نام کردند و رسانه‌های نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی هم از قطعی شدن نامزدی ابراهیم رئیسی خبر دادند. شبنم آذر و جزئیات بیشتر. قانون اساسی را که پایمال شده زنده کنم. آغاز ثبت نام از داوطلبان نامزدی در 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در کشاکش میان شورای نگهبان و رئیس جمهور. چهارشنبه 8 اردیبهشت بود که یک عضو شورای نگهبان از مصوبه جدید این شورا درباره شرایط داوطلبان در انتخابات خبر داد. پس از آن جلسه شورای نگهبان که مطابق قانون اساسی مسئول نظارت بر انتخابات است، در مصوبه‌ای شروط جدیدی برای داوطلبان گذاشت و در اقدامی بی سابقه 11 اردیبهشت مصوبه را بدون تصویب مجلس شورای اسلامی به وزارت کشور ابلاغ کرد. بر اساس این مصوبه داوطلبان هنگام ثبت نام باید شرایطی داشته باشند، از جمله بین 40 تا 75 ساله باشند، سابقه 4 سال وزارت یا استانداری، شهرداری، فرماندگی نظامی یا لشکری داشته باشند و هیچ سابقه محکومیت کیفری در کارنامه‌شان نباشد. مصوبه‌ای که منتقدان آن را مغایر اصل 115 قانون اساسی ارزیابی کردند. با این حال، محتوای آن به مذاق مجلس نشینان خوش آمد، تا جایی که 203 نماینده در بیانیه‌ای از آن حمایت کردند و هدف از انتقادها را خدشه‌دار کردن برگزاری پرشور انتخابات دانستند. اما حسن روحانی، رئیس جمهور، در مخالفت با این مصوبه به وزارت کشور دستور داد تا در انتخابات 1400 بر اساس جمع‌بندی معاونت حقوقی ریاست جمهوری و طبق قوانین موجود عمل کند. عباس علی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان هم در واکنش به دستور رئیس جمهور اعلام کرد مصوبه اخیر این شورا لازم الاجراست. و اون قانون فعلا منتفی است برای انتخابات. هادی تهان نظیف، عضو حقوقدان شورای نگهبان که پیشتر گفته بود برخی داوطلبان ریاست جمهوری با اعضای این شورا دیدارهای غیر رسمی داشتند، امروز اعلام کرده که نامزدهای نهایی ریاست جمهوری حدود 7 تا 10 نفر خواهند بود. قائم مقام دبیر شورای نگهبان هم گفته این مصوبه استثناءهایی هم دارد و بسته به نظر شوراست. در میان این کشمکش ها متقاضیان از 21 اردیبهشت به مدت 5 روز فرصت دارند ثبت نام کنند و نامزدهای نهایی تا 2 هفته آینده مشخص می شوند. که میری بیرون برای مصاحبه از مردم که تو انتخابات شرکت می کنن یا نمیتونی به چند دسته تقسیم بکنی. اولین دسته این که تا ازشون می پرسی تو انتخابات شرکت می کنی یا مثلا میگن کسی که بخواند تو صندوق ده میارن دیگه. دسته دیگه دسته هستن که خیلی عصبانی هست، که بسهشون مثل روز روشن شده که نمایش خودشون رو سهیم نمیدونن، مردم تو خیابون توی جامعه سهیم نمیدونن توی آینده کشور. حتی آمارهای رسمی رسانه‌های ملی هم خبر از مشارکت پایین مردم داده. 32.8% مردم گفتن که در انتخابات حتما شرکت میکنن. از این طرف ما 51% کسایی هستن که حتما شرکت نمیکنن. انتخابات 1400 قرار است روز 28 خرداد برگزار شود. اما بلندتر از صدای دعوای میان دولت و شورای نگهبان، صدای مردم است که شعار رأی بی رأی می دهند و این روزها در شهرهای مختلف تجمع اعتراضی برگزار می کنند. شبنم آذر، ایران اینترنشنال. همکارم مراد ویسی از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن همراه ما شده. مراد، خوش اومدی به برنامه امروز. این دعوای بین شورای نگهبان و دولت رو چقدر جدی می‌بینی و فکر می‌کنی که چقدر تأثیر بذاره توی رد صلاحیت‌ها و در کلیت انتخابات آینده؟ به نظرم یه موضوع فرعیه. موضوع مهمتر اینه که همه چی در جمهوری اسلامی به نظر میاد آماده شده که ابراهیم رئیسی رو به عنوان رئیس جمهور منتخب نظام معرفی بکنن و بعد زمینه برای رهبری او بعد از آیت الله خامنه ای فراهم بشه. به محض اینه که اعلام نامزدی رئیسی بشه،
که به نظر میاد قطعی خبرگزاری‌های وابسته به سپاه اون رو قطعی دونستن، این به این معناست که خامنه‌ای به اون اجازه داده در انتخابات شرکت کنه. بسیاری از نامزدهای اصولگرا به نفعش کنار خواهند کشید. از اون طرف اصلاح طلبا مردم ازشون مایوس شدن، نظام هم اجازه نمیده نامزد اصلی اصلاح طلبا و نامزد اختصاصیشون وارد انتخابات بشن. به این معنا خواهد بود که ابراهیم رئیسی در صورت ورود به انتخابات پیروزی راحتی به دست خواهد آورد. معنیش هم اینه که من همونطور که در هفته‌های گذشتم گفتم نظام آماده تر میشه برای اینکه رأس نظام نظامی تر و امنیتی تر از وضع موجود بشه. دلیلش هم این هست که نظام نگران اعتراضات بزرگ و تکرار اعتراضات بزرگه، میخواد کسی که رئیس جمهور باشه آماده سرکوب باشه و ابراهیم رئیسی با توجه به نقشش در کشتار زندانیان در سال 67 و حداکثر هماهنگی که با خامنه ای داره مطلوب ترین گزینه برای خامنه ایه و اونها انتخاب کردن که اون رئیس جمهور باشه و احتمالاً سناریو انتخابات هم به همین سمت خواهد رفت. از طرف دیگه مردم هم با وجودی که دارن میگن نه به انتخابات و انتخابات رو قبول ندارن و این حرکت مهمی هم هست، اما نظام رئیس جمهور منتخب خودشو انتخاب خواهد کرد، این خیلی برای رأی مردم براش مهم نیست و اگه مشارکت مردم هم پایین باشه اونها معمولا یه عددی بهش اضافه میکنند و اعلام میکنند. مراد اشاره کردی به موضوع ورود آقای ابراهیم رئیسی. امروز خبرگزاری تسنیم هم گفته قطعی حاضر میشه و در چند روز آینده ثبت نام میکنه، اما از اون طرف هم ما کاندیداهای سپاه پاسداران رو داشتیم که امروز تو صف اول اومدن ثبت نام کردن. فکر میکنی واقعا جریان به همین راحتی پیش بره و آقای رئیسی اگر وارد کارزار انتخاباتی بشه فکر میکنی که با وجود کاندیداهای جدی سپاه پاسداران به راحتی بتونه ببره انتخاباتو؟ من فکر میکنم اعلام نامزدهای ریاست جمهوری از طرف سپاه پاسداران در ماه‌های گذشته یک طرح فریب انتخاباتی بود و یک طرح پشتیبانی بود برای اینکه در نهایت رئیسی به عنوان نامزد انتخابات اعلام بشه. بین سپاه و رئیسی هیچ تضادی نیست، رئیسی، سپاه و خامنه‌ای در کنار هم هستند و رئیسی در ریاست جمهوریش بیش از گذشته به سپاه تکیه خواهد کرد و وقتی هم که مرگ آقای خامنه‌ای اعلام بشه و بخواد رئیسی طبق چینش نظام به عنوان رهبر جدید انتخاب بشه، سپاه مهمترین حامی اون خواهد بود و رهبر جدید اگر رئیسی باشه چون ضعیف خواهد بود احتمالاً سپاه در اوایل کار اون مهمترین بازیگر کشور خواهد بود. بازی خامنه‌ای، سپاه، رئیسی با همدیگه است علیه سرکوب مردم و علیه صدای مردم. ممنونم از تو همکارم مراد ویسی از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن. همزمان با ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری در ایران، مذاکرات احیای برجام در وین در جریان است. مذاکراتی که به مرحله چانه‌زنی برای لغو احتمالی برخی از تحریم‌ها رسیده. با این وجود هنوز مشخص نیست که چه زمانی این مذاکرات ممکن است به پایان برسد. در آن سو زمان برای کابینه حسن روحانی به سرعت می‌گذرد. رئیس جمهوری که با انبوهی از وعده ها به پاستور رفت، آیا می تواند با موفقیت در احیای برجام کرسی ریاست جمهوری را ترک کند؟ هومن میرقاسمی گزارش می ده. ادامه دور چهارم از مذاکرات احیای برجام. جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، ابراز خوشبینی کرده. این یک روند بسیار سخت و حساس دیپلماتیک خواهد ماند. جرأت می کنم که بگویم خوشبینم. فرصتی به وجود آمده که تا دو هفته ادامه خواهد یافت. تلاش زیادی نیاز است. زمان محدود است و امیدوارم مذاکرات وارد فاز گفتگوهای بدون توقف در وین شود. اینکه قیمت حدود یک ماه مانده به پایان کار کابینه روحانی و انتخابات ریاست جمهوری در ایران. امکان روی کار آمدن افرادی از بدنه سپاه پاسداران وجود دارد، آنها که با برجام میانه خوبی ندارد. در این فرصت کوتاه موارد زیادی باید حل و فصل شوند. ایران و آمریکا مستقیم مذاکره نمی کنند. یک گروه کاری در حال بررسی برداشتن تحریم‌های آمریکا و گروه دیگر در حال آزمودن چگونگی بازگشت ایران به تعهداتش در برجام. برای ادغام این دو پرونده در نهایت نیاز به معامله بین دو طرف است. از سوی دیگر از زمانی که آمریکا از برجام خارج شد، ایران به پیشروی‌های هسته‌ای خود ادامه داد. ایالات متحده بر تحریم‌هایش افزود، بعضاً نامرتبط با برنامه هسته‌ای ایران. از قبیل تحریم بانک مرکزی، شرکت‌های نفتی ایران و قرار دادن سپاه پاسداران در لیست گروه‌های تروریستی.
یک کلاف به هم پیچیده که باز کردنش کار آسانی نیست. The fact is that Iran's nuclear program has accelerated in recent years as Iran has distanced itself from the nuclear deal, installing new centrifuges, new technology, shortening that breakout time. We want to ensure that Iran is once again permanently and verifiably prevented from obtaining a nuclear weapon, and we continue to believe that the JCPOA is an appropriate tool for doing that. But as علاوه بر این پیچیدگی‌ها، در کمتر از یک ماه نیروی دریایی آمریکا و ایران دو بار به درگیری نظامی نزدیک شدند. در دومین مورد روز دوشنبه پس از آنکه 13 فروند قایق سپاه پاسداران به کشتی‌های نیروی دریایی آمریکا در تنگه هرمز نزدیک شدند، یک شناور گارد ساحلی ایالات متحده با شلیک 30 گلوله به آنها هشدار داد. و جان کربی، سخنگوی پنتاگون، رفتار قایق‌های سپاه پاسداران را بسیار تهاجمی توصیف کرد. با توجه به فرصت کم باقی مانده و اینکه برجام در ایران مخالفانی دارد که ممکن است تا چند هفته دیگر بر مسند قدرت بنشینند، مذاکرات غیر مستقیم بین ایران و آمریکا با چالش‌های زیادی همراه است. هومن میرقاسمی، ایران اینترنشنال. خبر کوتاه از جهان. در تیراندازی افراد ناشناس در یک مدرسه در شهر کازان روسیه 7 دانش آموز کشته و 16 نفر دیگر زخمی شدند. فرماندار جمهوری تاتارستان اعلام کرد که 4 دانش آموز پسر و 3 دختر کلاس 8 در این تیراندازی کشته شدند. بر اساس گزارش ها یکی از مهاجمان از دانش آموزان سابق همین مدرسه بوده. پارلمان بریتانیا امروز طی مراسم سنتی برای دوره سالانه قانونگذاری افتتاح شد. ملکه الیزابت دوم بعد از مرگ همسرش شاهزاده فیلیپ برای اولین بار در یک مراسم رسمی حضور پیدا کرد. سخنرانی ملکه بخشی از این مراسم پرتشریفات است، اما امسال به دلیل همه‌گیری ویروس کرونا تعداد کمتری در این مراسم شرکت کردند و ملکه به جای کالسکه با اتومبیل مسیر کاخ تا مجلس را پیمود. شهروندان پراگ برای گرامی داشت یاد قربانیان همه‌گیری ویروس کرونا در این کشور در قلعه پراگ 30,000 شمع روشن کردند. رئیس جمهور این کشور بعد از یک دقیقه سکوت اولین شمع را روشن کرد و در سخنرانی کوتاهی از کادر پزشکی این کشور تشکر کرد. جمهوری چک روز یک شنبه تنها 381 مورد ابتلا به ویروس کرونا را ثبت کرده. بسیاری از جوانان در اسپانیا با جشن و پایکوبی و میگساری تا نیمه های شب نزدیک شدن به پایان قرنطینه 6 ماهه در این کشور را جشن گرفتند. این جشن انتقادهای بسیاری هم در پی داشته. مقامات از مردم خواستند که قوانین و محدودیت ها را جدی بگیرند و از ماسک استفاده کنند. شیوع موارد ابتلا به ویروس کرونا در اسپانیا در جشن های سال نو میلادی افزایش پیدا کرد، اما با قرنطینه به میزان قابل توجهی کاهش یافت. طوفان و بارش شدید باران و تگرگ مناطق گسترده‌ای از چین را در بر گرفته و باعث آب گرفتگی راه‌ها، ترافیک سنگین و لغو پروازها شده. در برخی از مناطق بارش تگرگ‌هایی با قطر بیش از 1 سانتی‌متر گزارش شده. در ووهان مقامات درباره احتمال سیل و برخورد رعد و برق در ارتفاعات هشدار دادند. کودتای میانمار 100 روزه شد.
کودتایی که در ابتدا مردم با روش‌های مسالمت‌آمیز با آن مخالفت کردند و در ادامه با برخوردهای خشونت‌آمیز نیروهای امنیتی دست کم 780 کشته و صدها زخمی بر جای گذاشت. با وجود افزایش خشونت‌ها مردم این کشور هر روز به روش جدیدی حرف خود را به گوش دولت نظامی این کشور می‌رسانند. آنها خواستار انتقال قدرت به دولت منتخب خود و آزادی زندانیان سیاسی هستند. اما هرچه مردم بیشتر بر خواسته خود پافشاری می‌کنند، خشونت کودتاچیان هم افزایش پیدا می‌کند، تا جایی که امروز میانمار در آستانه یک جنگ فراگیر داخلی قرار گرفته. توماج تاهباز و جزئیات بیشتر. صبح روز 13 بهمن 1399 وقتی کینگ نین وا مربی ورزش طبق معمول اکثر روزها در حال ضبط برنامه نرمش صبحگاهی بود، خبر نداشت که تصویری که میگیرد یکی از معروفترین و احتمالاً نخستین تصاویر ثبت شده از کودتا در کشورش است. کینگ نین وا مشغول آئروبیک بود که سربازان از پشت سرش راهی ساختمان پارلمان در پایتخت میانمار شدند. ساعتی بعد وقتی ویدئو در فضای مجازی دست به دست می‌شد، جهان دیگر می‌دانست که در میانمار دوباره کودتا رخ داده. آنگ سان سوچی رهبر دولت غیر نظامی و دیگر چهره‌های اصلی حزب حاکم بازداشت شدند. ارتش و فرمانده آن دولت را به تقلب گسترده در انتخابات سال پیش متهم کرده و وعده دادند انتخابات دوباره برگزار کنند. با گذشت 100 روز از کودتا در میانمار، وقایع خشونتبار و مرگباری رقم خورده. کشوری که پس از دهه‌ها حکومت نظامی در مسیر انتخابات قرار گرفته بود، حالا دوباره در نقطه صفر قرار دارد. کودتا با اعتراضات گسترده‌ای به ویژه در کرانه رود ایراوادی که اکثریت را مردم بامار یا برمی‌ها تشکیل می‌دهند روبرو شد، اما بر آتش زیر خاکستر جنگ داخلی دمید و درگیری‌ها میان ارتش و برخی شبه نظامیان قومی هم افزایش یافت. راهی برای دستیابی به یک راه حل صلح‌آمیز دیده نمی‌شه. تحولات فعلی میانمار یک انقلاب بی‌رهبره. ارتش هم هیچ علاقه و گرایشی به مذاکره نشون نداده. در چنین شرایطی چه کسی قراره پای میز مذاکره بنشینه؟ توقف خشونت‌ها، مذاکره داخلی و راه حل سیاسی خواسته است که کشورهای عضو انجمن آسیان اخیراً در دیدار با فرمانده ارتش میانمار مطرح کردند. میانمار عضو آسیان است و ژنرال لاین گفته بود به این خواسته‌ها احترام خواهد گذاشت. خشونت‌ها هم ادامه پیدا کرده و هنوز مذاکره ای صورت نگرفته. من فکر نمی‌کنم ارتش میانمار ناگهان تصمیم گرفته مهربان بشه. آنها از اجلاس خارجی به کشور باز می‌گردند و روی جمع کردن اعتراضات و معترضان متمرکز میشن. خود آسیان هم انجمن دیکتاتورهاست و بسیاری از اعضای آن حکومت‌های خودکامه هستند. دولت‌های غربی تحریم‌های شدیدی را علیه فرماندهان و اعضای ارتش و نهادهای مرتبط وضع کردند. شماری از شرکت‌های خارجی از ژاپن تا توتال فرانسه یا شفرون آمریکا هنوز مشغول به کار در میانمار هستند. چین در همسایگی از سوی برخی معترضان با اتهام حمایت از نظامیان روبرو است. گروهی هم عقیده دارند خشونت‌های گسترده و طولانی در راستای منافع پکن نیست. و در کنار همه اینها، شورای امنیت سازمان ملل متحد هنوز موفق نشده یک قطعنامه قابل اجرا در مورد کشور صادر کند. توماج تاهباز، ایران اینترنشنال، سئول. سه روز بعد از حمله مرگبار به مکتب سید الشهدا در غرب کابل، تعداد کشته شدگان به 85 نفر رسیده. اکثر کشته ها دختران دانش آموزی هستند که یک روز عادی را آغاز کرده بودند اما هرگز به پایان نبردند. کتاب های درسی کشته شدگان در اطراف مدرسه پراکنده و کشور در عزای عمومی است. غمی که از مرزهای افغانستان عبور کرده و همدردی بین المللی را برانگیخته. تعدادی از دخترانی که از این حمله جان سالم به در بردند به مدرسه بازگشتند و میگویند هیچ چیز آنها را متوقف نمی کند. امان فرهنگ و جزئیات بیشتر. از خوشبخت‌ترین هایی که هنوز زندن، اما شوکه ای از دست دادن همکلاسه هایشان. ناله و فریاد همچنان در آسمان. برای کسانی که تا پیش از انفجار اینجا کنارشان نشسته بودند، شماری برای همدردی می آیند. مدرسه شده غمکده خاموش، دیوارها سوراخ است و درسها تعطیل.
پارسال استاد نداشتم سن فای 12 مار درس میداد. یک روز مد گفت شاگرد چی آرزو داره؟ اگر گفت من میخوام پلیس شم، اگر گفت من میخوام دکتر شم، امی آرزو داشت که خدا اگر نمانده جان برده. آقای عبدالله، آقای اشرفخانی، اگر شما صدای من میشنوید من خدا خدای ما معلم میخواستیم جواب معلم ما همه بودن. خسته شدم دیگه از این زندگی. خدای تو چی وقت باید ما شهیدای ایران باشیم؟ ظاهرا هر کس تلاش دارد برای قربانیان و خانواده های این حمله کاری انجام دهد. این مدال‌آور مبارزات آزاد افغانستان به محل رویداد آمده است تا به نوع یاری کند. او دو مدالش را به فروش گذاشته تا با پول آن به خانواده های قربانیان کمک کند. یک مدالی که از سال 2017 ترکمنستان اولین مدال تاریخ افغانستان است که من کسب کردم. در این حادثه‌ای که من اینجا ایستاده شدم برای خواهرای عزیز خود که برای حادثه‌ای که در مکتب شهید شدن، مکتب سید شهدا، ایره تقدیم میکنم. و یک مدال دیگه که در حادثه اخیری که در لوگر صورت گرفته بودن، او ایده هموطنان عزیز ما هم جانهای شیرین خود با من کسب علم و دانش از دست دادن. پس ما یک رسالت انسانی، ایمانی و وجدانی خود میدانم که این مدال ها را دیگر در خانه آویزان نمیکنم. پول از اینا را میخواهیم که برای خواهرها و برادرها عزیز خود خدمت بکنم. حکومت افغانستان تا کنون اقدام چندانی نکرده است، هرچند شمار از مقام های دولتی برای همدردی به اینجا میآیند. اسفناک و فاجعه ملی است، نه تنها که مردم افغانستان بلکه دنیا را تکان داده و یک جنایت ضد بشری است متاسفانه. با گذشت چند روز از این حمله مرگبار بر دانش آموزان، هنوز هم وضعیت در اینجا به حالت عادی بر نگشته و شمار از خانواده‌های قربانیان به اینجا میان، اما حکومت افغانستان تا هنوز نتوانسته اثبات بکنند که این حمله چگونه انجام شد و موتر مملو از بمب چگونه تا اینجا رسید. پرچم افغانستان به خاطر احترام به قربانیان حمله های مرگبار غرب کابل و لوگر نیمه برافراشته نگه داشته شده است. امروز رسما اعضای عمومی اعلام شده. اتحادیه اروپا نیز در همبستگی با مردم افغانستان پرچمش را به حالت نیمه برافراشته نگه داشته. شورای امنیت سازمان ملل نیز این حمله را فجیع خوانده و گفته عاملان آن باید مجازات شوند. امان فرهنگ، ایران اینترنشنال، کابل. ممنون از همراهیتون. تا امروز دیگه، وقت خوش.